دیگران هم کلام میگه که به خاطر که نمیتونن حقیقت را کاملا بپذیرن یعنی کلام خدا را هنوز قانع نشدن بعضی جاهاش بعضی جا... اون جاهای خوبیش خوشحال نهارن. که خدا منو دوست داره محبت میکنه اما جایی که خدا تنبیه میکنه این چیزها را یک کمی برشان مشکله و قبول نمیکنه در حال در حال به اصطلاح جلوگیری کردن از کلام و سوم در دلهاشان یه چیزای پلیدی مونده چیزای بدی مونده و هنوز اونا پاک نشده پس چکار کنیم که اعتبادها درست باشه در همون قسمت کلام در آیه 16 سه تا نصیحت میده میگه که دایما به ایماندارا باید حقیقت گفته باشه یعنی شما باید خودت را یه جایی بذاری که قرار بذاری که مرتب کلام را میشنوید از خوندن خودت و در شنیدن در کلیسا باید این کار بکنید آم، وقتی که بچه بودیم می رفتیم خونه پدر بابای بابام و تو باغش یه دونه ساعت خورشید داشت می ساعت خورشید هست چی هست؟ یعنی از خورشید وقت می بله و ما خیلی دوست داشتیم با این بازی کنیم و خیلی برای ما جالب بود که وقتی خورشید می ساعت ها رو می اما زود تشخیص دادیم که اگر وقتی غروب میشه با چرا با قوه اگر بیاد روشن کنی میتونی ساعت رو عوض کنی این خیلی مهمه میتونیم که اون چیزی که هست ساعت رو عوض کنیم پس وقتی مادرم میگفت که اصلا ساعت هفت تا هشت باید بیاید تو خونه ما با چرا قوه ما نشون میدادیم گفت نه بابا هنوز تازه ساعت 6 نشده و بازی میکردیم با اینکه به مادرم بگیم که نگاه کردیم به ساعت اما ساعت 6 بوده ساعت نبوده پس خب بالاخره مادرم ساعت رسمی رو قد نشون داد که ما اشتباه میکنیم اما میخوام اینه بگم خدا تو قلب شما یک ساعت خوشی گذاشته و این فقط حقیقت را میگه وقتی نور خدا روش میتابه گرفتی منظورم و ما همیشه با نور خود ما اشتباه میکنیم و فکر میکنیم ساعت ها فهم کنه پس باور کن شما ساخته شدید که در نور خدا قرار بگیری در حقیقت خدا قرار بگیری و اونجا حقیقت را کش کنی و اونجا حقیقت به کار برده باشه خیلی این چیز قشنگ مهمیه هر کسی هم باید بپذیره که باید رشدش در دست خودشه من توجه کردم بعضی وقتا توی جمع نو ایماندارا فکر میکنن تنارای رشد این هست که بشینن تو جلسه از یکی غذا بگیرن یعنی خودشان کتاب نمیخونن خودشان زحمت نمیکشن کلام رو بخونن و ما میدونیم که یه بچه در ابتدا مادرش بهش غذا میده اما اگر مثلا نفر 20 30 سالشه هنوزم بهش غذا میده آدم خجالت میکشه بابا به با خودت غذا بده دیگه پس ما مسئولیت را باید زود زود بپذیریم که اون عادت هایی که ما را به رشد میده بپذیریم و چهار تا هستن دعا خوندن کلام مشارکت و عبادت کلیسا و خدمت این چهار نقطه باید تو زندگی هر ایماندار باشه که مسیر را در مرکز قلبش نگه داره همچنین ما باید ما به همدیگر نیاز داریم که رشد کنیم رشد تنهایی خیلی سخته نمیشه خب بعضیا مجبورن بعضیا تو یه جایی زندگی میکنن که کسی دیگه نیست یا الان توی ایران میدونیم خیلی از طریق ماهواره و جاهای دیگر ایمان ایمان شدن ایمان آوردن و کسی هم ندارن اما ما نیاز به همدیگر داریم چون که در این ارتباط با همدیگر میتونیم همدیگر تشویق بکنیم همدیگر میتونیم همدیگر اصلاح کنیم یعنی یعنی حرکت های ما با محبت میتونه اصلاح کننده باشه و این خیلی واجب هست برای رشد ما خب خدا چه نظری داشت راجع به کیفیت اعتبادایی که ما در جمع مسیح داشته باشیم و اینا آیه هایی که در کلام بگیم آیه های یک دیگر خیلی هستن من چند تاشه به اعلام میکنم به ایتان اتا... کلام خدا آیه شم میدم اونایی که یادداشت میکنم رومیان دوازده پنج میگه شما عضو همدیگر هستید یعنی بدن نمیتونه بگه پا نمیتونه به دست بگه که آقا ما نخواستیم تو را هست عضو بدن هستیم و هر هر عضو بدن حرکتهایی و مسئولیت خاصی داره و همه ما عطاهای رقدس مختلف داریم همه ما یه عطا نداریم اما عطاهایی داریم که در این بدن مسیح ما خدمت بکنیم و, 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 مفید باشیم به همدیگه پس برینی که من نمیتونم خودم را از کلیسا جدا کنم چون که من عضو, کل... عضو این بدن هستم و من نمیتونم اونی که من دوست ندارم یا خوشم نمیاد بیرون از بدن بکنم چون که بدن مسیح اونایی که ایمان دارم و معمولا در هر کلیسا افرادی هستند که بعضی وقتها سخت پذیرفتن اما پولس یه چیزی عجیب میگه میگه اعتباد کلیسای شما به نسبت به ضعیفترین کسی چه هست اونجا شما قدر محبت خودت میفهمی نه با دوست داشتن افرادی که ساده است دوست داشتنی کسی شاید مشکل خاصی داره شاید مزاحم میشه بعضی وقتا اما اونطوری که شما اون کسی را میپذیری و محبت میکنی نشان میده تا چه حدی کلیسای شما تو محبت خدا رشد کرده همچنین کلام خدا میگه ب... 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 به بگه به همدیگه تعهد بدید به همدیگه تعهد بدید آم... و پشتبان همدیگه باشید آم... یادم بود که وقتی بچه بودیم بعضی وقتا با خواهرم و برادر تو خونه دوا می کردیم همدیگر میزدیم از این حرفا اما وقتی میرفتیم بیرون و یه نفر یه حرفی از خواهر من بگه اونو می زدم. درسته؟ یعنی تو تو کلیسا با بعضی وقتا همدیگر رو اذیت می کنیم. اما بیرون از خانواده تعمل نمیکنه یه نفر دیگه توهین ما بکنه و من فکر کنم این که تعهد به همدیگه داریم و نمیذاریم که دیگران لطمه بزنه به کسی همدیگر بپذیرید. این یه کمی سخته. رومیان پونزده هفت میگه همدیگر بپذیرید. ببین ما مسیح چند جور هستیم. یه جور هستیم که خیلی شریعتی هستیم. منظورم اینه که برای ما همه چیز شریعتی شده تو مسیح. و کلام خودم میگه که نه. شر... شریعتی بودن بعضی وقتا دوباره دیوار ساختن میشه که تو چرا الهیت اینطوره تو چرا اینطوری هستی ما قا... ما ده فرمان و درسای های مسیح را میپذیریم اما شریعتی نیستیم بعضی وقتا هم خداوند به ما میگه که باعث سنگ لرزش, لرزش برای دیگران نباشید منظور چیه؟ منظور که بعضی چیزا ما آزادی داریم انجام بدیم اما اگر میدونیم که ما این کار بکنیم باید لرزش برادر خواهر باشه ما اون کار رو نمی کنیم نمیگیم آزادم من می این کار بکنم به عنوان مثال کتاب مقدس نمیگه شراب خوردن گناهه چه میگه؟ میگه مس شدن گناهه اما چون که من ایران بزرگ شدم با مسلمان ها بزرگ شدم با مسلمان هر روز کار دارم من تصمیم گرفتم که شراب و و مثلا الکلج را نخورم به خاطر که نمیخوام حرکت من باعث ذشتش باشه از دیگران. اما من قضاوت نمیکنم اگر یکی دیگه میخوره فقط باید کنترل کنه و نباید زیاد بخوره و مت، مت، متاسفانه اول ما یک آبجو میخوریم خوریم دو تا جا آبجو میخوریم و بعد از مدت آبجو ما رو داره. <applause> یعنی بعضیا یا تعمل بدنشان تعمل الکل نداره. خواهر پتی خانومم خیلی آدم استرس استرسی بود استرابی بوده و شروع کرد بعد از کار آمدن یک مثل یه لیوان شراب خوردن بعدا شد دوتا بعدا شد سه تا و در سن پنج و فوت کرد از اینکه جگرش کاملا از بین رفته بود یعنی ایشان نتونست کنترل کنه و گرفتار شد به طوری گرفتار شد که آخر جانش از, از دست داد پس من میگم که مواظب باش از اون چیزایی که کلام میگم میتونید تو کلیسای اولی میدونیم بس این بوده یه گوشتایی بودن که توی قربانی های بی خدایان بودن و مسیح گفتن این نجسه نباید بخوریم پولیس میگه که خب بابا چیز نجس نیست این نه اون خدایا وجود دارن همش همش چیز پوچ خالیه میخوری بخور اما بعضی ها نتونستن پس این شده بود یک موضوع که کلیسا را داره دو قسمت میکرد و هم پولیس رسول بس گفت پس اگر دوستت ناراحت میشه نخور چرا میشه برو از از چلو کباب غذا بگیر همدیگر را احترام همدیگر را احترام بذارید و این خیلی مهمه ما خوب ایرانی ها خیلی توجه به احترام داریم سلام کردن و سر پا بلند شدن این چیزا و و میگه تو کلیسا و تو بین ایمان دارا به همدیگر احترام نشان بدی بعد میگه همدیگر خدمت بکنی غلطیان پنج سیزده همه رو یعنی دیگران را خدمت بکن نمیگه همه دیگران را خدمت بکن یعنی آدم خصیص نباش آدم خودخوا نباش فرصت هست که میتونی خدمت بکنی بکنی یوحنا می نویسه که اگه یکی میبینی که واقعا گرفتار کمبود داره و شما میتونی کمکش بکنی کمک بکن اما ما نمیتونیم همه رو کمک کنیم و کمک واقعی واقعا تاثیر نشون بدیم که مسیح باشه یا آقای آمد تو کلیسای ما ایرانی بود البته من فقط به ایرانی کار دارم بیشتر اوقات و گفت که من نیاز به هزار دلار دارم گفتم خب منم, منم فکر کنم منم نیاز دارم اگر جایی پیدا کرده که با هم بریم گفت نه تو وظیفت تو مسیح به این هزار دلار باید باید به من بدید گفتن کجا نوشته وظیفه من هست که به شما هزار دو... نه گفت مسیا هرچی ازشان بخواید باید بدم بعضی ها با این نظر میان تو کلسا اما بعضی وقتا من این جواب من این هست از خود خدا خواستید نه از شما خواستم گفتم پس اول از خدا بخوایم بیا با هم دعا کنیم چون که باید به مردم عادت بدیم که خدا هست خدایی هست که فرمان کننده است ما نیستیم پس بعضی وقتا خدا از ما استفاده میکنه پس اول این حرکت من همیشه برای کسی که نیاز داره بیا اول از خدا بخوایم. ببینیم که خدا چیکار میکنه کلام خدا میگه که بار همدیگر یا مشکلات همدیگه هم کنی در غلطیام هم 6 و خداوند انتظار داره که ما کمک کنیم در بردن بارهای سنگین همونطوری که امروز شما برای خانم دعا کردید شما این بار سنگینی که روی من بوده شما هم کردید شما کمک کردید با دوش خودتان هم گرفتید و ما همیشه میتونیم همیشه میتونیم برای کسی دعا کنیم و دعا کردن برای کسی خیلی خیلی مهمه اتفاقا کلیسای ما تو آمریکا بیشتر با جواب و دعا روش کرده پیچیده تو شهر که برو اونجا برات دعا میکنن و خدا کار میکنه و ایرانی هم میان مسلمان هم میان و برایشون دعا میکنیم در جلسه عبادتی ما برای همه تو جلسه هستن با اس دعا میکنیم و خیلی ها تکم میخورن که ما اولین بار آمدیم اینجا تنما رو نمیشناختن دعا کردن بعد هفته بعدش از همه میپرسیم جواب چی بوده و خیلی جوابا میشنویم و جلال به خداوند میره و افرادی که ایمان نداشتن ایمان پیدا میکنن به این خدایی که گوش میکنه به دعا و جواب میده و باید صبر داشته باشیم با همدیگر صبر و حوصله تازه یه کامل یه کامل از صبر موعظه کردم چون مو... که صبر یکی از میوه قدوس هست صبر و حوصله و برای این موضوع میگم که افسسیون 4 دوری میگه وقتی که یک ایماندار میشه باید با صبر و حوصله اجازه بدیم که رشد کنه یه پدر خوب یه مادر خوب صبر و حوصله دارن که بچه یاد بگیرن و ما همین تو کلسا هم داریم و آخرش همدیگه را تشویق می کنیم تشویق خیلی مهمه تشویق از چاپلوسی فرق میکنه چاپلوسی معمولا زیادی میگیم که طرف دست دلش به دست بیاریم یا یه سو استفاده کنیم منظور تشویقی نیست من تشویق اینه که وقتی یه نفر خدمتش یا کارش شهادت میده به عیسی مسیح شما برو بگو که من ممنون از کار شما هستم در 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 عمل شما در کار شما من مسیح رو دیدم چون ما نیاز داریم که کسی ما رو تشویق کنه به طرف مسیح و وقتی که کار ما درسته وقتی زحمت میکشیم دیگران رو ببینن نه برای چاپلوسی نه برای چیزی فقط به خاطر که اون طرف تشویق باشه که کارش و خدمتش کمک بوده براتون چند تا دشمن های آرامش کلیسا داریم میخوام این رو بهت بدم یعنی حالت هایی که آه وقتی آه بلند میشه معمولا اختلاف ایجاد میکنه یکیش تما تما میگی؟ تما یکیش تماست است که وقتی که ما چیزایی که مال دیگران هست برای خدا میخوایم انتقاد کردن Uh, انتقاد معمولا انتقادی که ما میکنیم خیلی وقتا هدف ما این است که طرف کوچیک کنیم طرف کم کنیم uh, انتقام uh, کلام خدا میگه انتقام نکنید انتقام کار خداست بعضی وقتا ما ناراحت میشیم و میخوام طرفم اذیت بکنیم تنفر uh, بعد حسودی کلام خدا میگه نباید باشه uh, همدیگر حمله با حرفت نکنید غیبت نکنید و مسخره نکنید مسخره یه نوع تنفره مسخره یعنی یه جوریه که ما فکر میکنیم با جوک و حرف خنددار یکی را کوچیک بکنیم پس اینا را باید باید زبان خودت نگاه کنی با حرفی که از دنت میاد نگاه کنی و بپرسی آیا من گرفتار این چیزا شدم مسخره میکنم طرف را جوک میگم از یه نفر که همه بخندم و یه نفر احساس بد بکنه این چیزا مهمه که خداوند در ما واقعا پاکسازی بکنه و میکنه اگر اجازه بدی خب میریم اون درست نیست بریم به یک آخرین موضوع که فکر کنم امشب وقت داریم بله ساعت هفت وقت داریم و میخوام صحبت کنم راجب بخشیدن همدیگر بعدا دیگه تمام میکنیم یه روب وقت داریم آم چرا سخته بخشیدن دیگران واقعیتش سخته چون معمولا م... وقتی مجبوریم ببخشیم یعنی یه, یه لطمه خودیم یه دردی خودیم یک بهایی دادم یه اتفاق شده و میخوام چند تا پیشنهاد کنم که چرا سخته یکیش اینه که ما میخواییم که اون طرف رنج بکشه مثل که ما رنج کشیدیم واقعیتش ما را اذیت کرده ما هم میگیم که یک کاری میکنم که تو هم مثل من زحمت بکشی درد داشته باشی آه. و خب این البته آرزو، آرزوی خداوند نیست اما این یکی از دلالیشه آه. یکیش اینه که میگم که اگر من ببخشم طرف یاد نمیگیره طرف میمونه تو گناهاش من باید بهش درس یاد بدم من بهش یه ثابت کنم که عوض باشه من معلم همه هستم و باید باید اونو دست بدم پس نمیبخشم تا اون بره قدر منو بدونه بدونه که من باش دیگه در تماس ندارم بدونه که چیکار کرده و اون هم عوض باشه بعضی وقتا هم ما نمیبخشیم چون می که میگیم که من فقط میبخشم وقتی طرف میاد از من عذرخواهی میکنه اینم هم حتما شنیدید طرف ناماد ای عذرخواهی میکرد بله حتما میبخشیدمش اما عذرخواهی نکرد اما کلام خدا نمیگه که منتظر باش طرف عذرخواهی بکنه ببخش به خاطر که خودت آزاد میشی شاید نمیتونیم ببخشیم به خاطر که روح خدا در ما آزاد, آزاد نیست که کار کنه ما به اصطلاح روح خدا را توی اتاق قلب ما بستیم و گفتیم شما بعدا بیاد بیرون ما الان کار داریم بعدا ازت استفاده میکنیم و اینم هست بخشش خیلی سخته اما بخشش واقعا خیلی چیزا رو عوض میکنه یه خانواده ایرانی بودن سالا پیش تو آنکرا و خب منتظر بودن جواب بگیرن از یو و بیشتر روزها ها می رفتن تو پارک پارک های آنکارا دنبال پیدا کردن ایرانی ها که بشارت بدن یه روزی به دوتا جوان ایرانی پیدا میکنن و شروع میکنن بشارت دادن و این دوتا جوان عصبانی میشن میگن از این کفر نزن این حرفا رو نزن و این دوتا جوان دوتا چوب بر میدارن و این آقا را چند بار میکوبن خونریزیش خون میکنن بعدم با خنده و با افتخار که کار خوبی کردن در رفتن و این آقا با زنش و هاش دنبالشان رفتن دیدن که آقا رفته توی یه کوچه بعدم وارد یه در شد اونم پشت در آمدن در زدن و همون جوانی که اونو زده در باز میکنه آقا میگه که ببخشید ما حرف ما با شما تمام نشود. میخواستیم به شما بگیم که خدا تو رو دوست داره ما هم تو رو دوست داریم این بیچاره شروع که به لرزیدن اصلا تلا عمرش چنان چیزی ندیده بوده کسی که زده بیاد درم درش بگه که دوست دارم و این آقا گفت پس بفرمایید تو بیاد تو خودشان رو رفتن دستشوی خودشان شستن و یا چای گذاشتن یک, سا... یک ساعت گذاشته و اون جوان قلبش به مسیح داد چون که چون که روح بخشش را رو مسیح در این آقا دید این آقا میتونست پلیس صدا کنه این آقا ترکیه میتونست هر کاری بکنه اما تصمیم گرفته که به این جوان حالی کنه که دوستتان دارم با اینکه تو هم منه زدید پس بعضی وقتا وقتی ما میبخشیم بعضی ها با خدا روبرو میشن چون که وقتی با ما میتونن اگه میتونن دائما به ما فکر کنن صدای خدا رو شاید نشنن وقتی تو میبخشی صدای خدا رو قوی تر میکنی تو زندگی اون طرف خیلی جالبه پس وقتی بخشش نمی کنیم، وقتی دیگران نمی بخشیم ما گرفتار دردهای ما میشیم دردهای گذشته اتفاقهای گذشته کنترل میکنه ما را شادی و آرامش از ما گرفته میشه و ما اعتباد های دیگر را هم خراب میکنیم کسی که روی نبخشش داره واقعا اعتبادهاش هم شیری نیست با دیگران چون این مسئله تو این کینه نفرت تو دلش هست با بقیه هم دعوا میکنه ناراحت میشه و اعتبادهاش معمولا بیشتر خوب نیستن و خیلی وقتا نبخشش ما را مریض میکنه الان دکترا با خیلی آمارا و خیلی آزمایشا به این نتیجه رسیدن که وقتی ما عصبانی هستیم نبخشش تو وجود ما ممکنه که سرطان زودتر بیاد ممکنه معرضای دیگه زودتر بیاد پس برای سلامتی خودت به سلامتی روحت سلامتی جسمت آدم بخشنده باش قدم های بخشش چی هستم؟ اینجا تمام میکنم باید اول قبول کنیم که اون طرف واقعا ما را اذیت کرد یا ناراحت کرد بعضیا وقتی میری ازشان عذرخواهی کنیم میگه ما چیزی نیست هیچ کار نداره اما نمیبخشه فقط میگه چیزی نیست پس وقتی که شما یه نفر شما را آزار داده یا شما اذیتت کرده قبول کن که این کار شما را رنجونده قبول کن که این کار برای شما سخت بود و به خداوند اعلام کن که خداوند این دیگه زیادی بود این دیگه نتونستم تعمل کنم چرا این شده بعدا تصمیم بگیر با اراده که طرف را ببخشید و خداوند را شکرگزار بکن که خداوند شما را بخشیده و بس خدا به طلبی که اونطوری که خدا شما را بخشیده شما میتونید این افرادم ببخشید برای شخص دعا کن لعنت نکن من تو یک کلیسای اسکاندیناوی بودن یکی آمد به من گفت که شما مسیحا دعای لعنت هم دارید گفتم نه ما دشمنا ما هم برکت می طلبیم گفت آخه تو این کلیسا اگر از این کلیسا ایرانی بری بیرون هفته بعدش دعای لعنت دارم برشون گفتم پس به اون کلیسا نرو کلیسای خوبی نیست اما دعای لعنت نداریم من واقعا تو جایی بودم که فکر میکردم ما لعنت نه ما لعنت نداریم 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 تمام شد ما برکت میدیم به دشمنای ما پس اینم باید در نظر بگیرید و طرف را ببخش و اجازه بدی که خداوند کار کنه و بدونی که شاید طرف شما را نبخشه و واقعا مساله جدا هست از بخشش یعنی دیده روز هم گفت صبح هم گفتن ببخشید ببخشید پس خانم الان پیغام میخونم ببینم که جواب دعای ما چی بوده بخشیدنم هم ببین ما دست راز میکنیم میبخشیم اگر طرف قبول نمیکنه اشغال نداره شما کارتی کردید بعضی میگن آخه طرف اونور دنیاست ببخش اونور دنیا آسان تره ببخش ببخش که دیگه اون کار تمام شد و دعا میکنیم که اینطور باشه پس در ارتباط هایی که کلیسایی داریم میبینیم که ما خیلی با همدیگر بسته ایم تو یه بدن هستیم و دعا میکنم که تجربه شما در بدن مسیح روز به روز شیرین تر باشه و قوی تر باشه بهترین دوستای من تو این دنیا ایرانیایی که مسیح هستن که سالا با هم نون و من نمک خوردیم با هم تو, هم تو اتاق با هم زندگی کردیم و واقعا این دوستی ها شیرین تر میشه در ایسای مسیح پس بیا با هم دعا کنیم خداوند شکرگزار هستیم برای کلام تو که چقدر قشنگ به ما حالی میکنه که تو کی هستید و ما کی هستیم ببخش وقتی که ما بیشتر اهمیت دادیم به نظرهای دیگران به نسبت که ما کی هستیم تا اینکه باور کنیم که ما فرزند تو هستیم تو ما را در شبی خودت آفریدید ما را با خون خودت خریدید باز خرید کردید و ما مال تو هستیم و ارزش ما از تو گرفته میشه خداوند دعا میکنیم که برای عزیزان که امروز جمع شدن اگر مشکلی با کسی دارن امشب در دعا در تفکر خودشان واقعا عذرخواهی بکنن یا ببخشن هر چی که لازم باشه که ارتباط های ما بین همدیگر شیرین و شیرین تر باشه خداوند واقعا واقعا کلیسای تو دوست داشتنیه واقعا تو کلیسای تو محبت دیده میشه آرامش هست و کمک هست به همدیگر ای خداوند چقدر ما معیون کلیسای تو هستیم چقدر کلیسای خارجی ها تو کلیسای آلمانی ها شاید به خیلی ها تو این اتاق کمک کردن به خاطر محبت مسیح و اجازه بدیم ما هم به افغانیا به پاکستانیا به عربا هر که باشه که دور ما هست محبت تو رو نشون بدیم همونطوری که گرفتیم برکت گرفتیم بر... برکت هم بدیم برکت یافتیم تا بدیم خداوند با ما باش در این ساعت های و در شام خودن و اجازه بده که مشارکت ما و صحبت های ما سر میزا خیلی شیرین و بنا کننده باشه در نام عیسی مسیح آمین. آمین.